سلام دوستان، وقتتون بخیر. امیدوارم هر جا که هستید حالتون خوب و دلتون شاد باشه. تو این ویدیو میخوام راجع به یه استراتژی فوق العاده قدرتمند باهاتون صحبت کنم، استراتژی پرایس اکشن دایورژنس، یا اسمالا کاملش رو بخوایم بگیم پرایس اکشن ساپورت رزیستنس کانورجنس دایورژنس. میشه گفت استراتژی واکنش قیمت به سطوح مقاومت و حمایت زمانی که واگرایی‌ها اتفاق میفته هستش. ببینید دوستان، این استراتژی به قدری قدرتمنده، تأکید میکنم به قدری قدرتمنده، که یه تریدر مبتدی هم بعد دیدنش میتونه هم خودش سیگنال بده و هم میتونه یه تحلیل خیلی قوی انجام بده. به جرات میتونم بگم این استراتژی به تنهایی با 10 تا استراتژی قدرتمند برابری میکنه. میتونین توی هر تایم فریم دقیقه‌ای، ساعتی، روزانه ازش استفاده کنید، سیگنال های ورود و خروج بدید، استاپ لاس ها رو تعیین کنید و هم میتونید تحلیل های خیلی حرفه‌ای انجام بدید. اگه این ویدیو رو ببینید بعدش کلن دیدتون نسبت به معاملات بازارهای مالی خیلی تغییر میکنه. حتی اگه جایی توی گروهی سیگنالی دیدید، حالا گروه قوی بود، سیگنالای قوی ارائه میده، اگه خواستید از اون سیگنال استفاده کنید میتونید با این روش در عرض 30 ثانیه چک کنید ببینید که این سیگنال خوبی هستش، کیفیت بالایی داره یا نه. توی همین ویدیو هم یه تحلیل خیلی خوب بهتون میگم و هم بهتون یه سیگنال خرید خوب میدم بعد از این ریزشایی که اتفاق افتاده. بعد از اون دیگه خودتون مطمئن باشید میتونید تمام این روال و کارا رو خودتون انجام بدید. مطمئن باشید این استراتژی که دارم میگم توی تمام تایم فریم ها، تو تمام بازارهای مالی مثل فارکس، ارز دیجیتال، حالا چه تو اسپات چه تو فیوچرز، کاربرد داره. اما قبل از اون، در رابطه با دوستانی که در رابطه با استراتژی قبلی در رابطه با فیوچرز بود سوال پرسیده بودن از چه ایندیکاتورهای استفاده میکنی، حالا شاید کیفیت اینترنت پایین باشه و یه مقدار نوشته ها خوب معلوم نباشه، میتونین از این صفحه‌ای که الان من روش هستم اسکرین بگیرید، این استراتژی رو که مربوط به استراتژی قبل هست داشته باشید که از ایندیکاتور تو بولینگر بندز، تو لول مکت این تو وان ایندیکاتور استفاده کردم. نوع کندل هم که استفاده کردیم هیکیناشی بود. اما توی استراتژی امروز میخوایم از دو تا ایندیکیتور استفاده کنیم. دوستان از اینم میتونید یه اسکرین بگیرید توی گوشیتون داشته باشید، چون ممکنه خب یادتون بره فراموش کنید. اولی ایندیکیتور دایورژنس فور منی ایندیکیتور V4 یا ورژن 4 هست، ورژن 3 هم هست ولی ورژن 4 کاملتر هست. ما از این استفاده میکنیم، از دو تا این. و ایندیکیتور دوم ولوم بیسد ساپورت اند رزیستنس زونز، که میشه گفت بر مبنای حجم میاد مقاومت ها و حمایت ها رو به ما نشون میده. ببینید دوستان، اگه حرفه‌ای ترین تحلیلگر دنیا هم بیاد بگه میتونم تمام واگرایی‌ها رو همزمان برای 10 تا اوسیلاتور توی هر تایم فریم نشون بدم، میگم غیر ممکنه. اما شما با این ایندیکیتور اول میتونید این کارو انجام بدید و هر چقدر هم واگرایی‌های بیشتری رو توی یک کندل به شما نشون بده، اعتبار اون، حالا روند قرار برگرده یا روند قرار ادامه دار باشه، اعتبار اون سیگنالی که به ما میده بیشتر هستش. همینطور ممکنه میگم کسی بیاد بگه که من میتونم توی مثلا یه تایم فریم مقاومت ها و حمایت های 4 تا تایم فریم رو بهتون نشون بدم، بازم میگم غیر ممکنه یا کار خیلی سختی، کار راحتی نیست که توی زمان کوتاه بتونه همه اینها رو توی یه تایم فریم به ما نشون بده. ولی با استفاده از این ایندیکاتور دوم میتونید این کار رو انجام بدید. و دوستان تأکید میکنم، خب این ایندیکاتوری که هر چقدر اولی تعداد واگرایی های بیشتری به ما بده معتبرتر هستش. میریم روی چارت بیت کوین، تایم فریم 5 دقیقه‌ای هستیم. قبل از هر چیز در قسمت تکنیکال ایندیکیتور، اون ایندیکاتورهایی که معرفی کردم تایپ میکنید. اولیش هست دایورژنس فور منی ایندیکیتور V4. V3 یا ورژن 3ش قدیمی تر است، ورژن 4ش بهتر است، از ورژن 4ش استفاده میکنیم. دو بار کلیک کنید، دلیل دارم، چون الان یه باگی داره، ما نیاز هست که دو بار این ایندیکیتور رو بیاریم. و ایندیکیتور بعدی هم ولیوم خط تیره بیست ساپورت اند رزیستنس زون اولی، این رو هم انتخاب میکنیم. ببینید تایم فریم انتخابی ما هم 5 دقیقه هست، توی یک ساعته میرم و بعد توی روزانه یه تحلیل و سیگنال بهتون میگم. خب دوستان ببینید، قبل از هر چیزی اگه دقت کنید، حالا یه مقدار ممکنه چارت شلوغ باشه، یه مقدار ممکنه گیج کننده باشه، ولی من یه توضیح میدم که کلن خودتون متوجه بشید به چه شکل هست. از قسمت اولین ایندیکیتورمون، از قسمت تنظیماتش که وارد بشیم، حالا این استایل که مهم نیست، رنگ بندیشه، کاری باهاش نداریم. این قسمت هم نوع بستن کلوز هست. این قسمت سوم دایورژنس تایپ،
میاد فقط به شما دایورجنس های ساده رو نشون میده، مخفیا رو نشون میده. اینو روی حالت ریگولار هایدن بذارید که هر دو نوع، یعنی هم واگرایی های مخفی هم بهتون نشون بده. از این قسمت اگه اسم این ایندیکیتور ها رو نمیخواید میتونید قسمت don't show رو انتخاب کنید، ولی من میخوام باشه چون بعضی از این اوسیلاتورها ممکنه خب قدرت بالایی نداشته باشن، یه واگرایی اشتباهی باشن، ما بدونیم کدوم اوسیلاتور داره به ما واگرایی رو نشون میده. و این هم تنظیمات دیگه‌اش هست، تعداد عدد واگرایی ها رو توی بازه به شما نشون میده، مثلا میگه تو این بازه ما 4 تا، تو اینجا 6 تا مثلا واگرایی داریم، اینو تیکش باشه. این قسمت هم میتونید زمانی که مثلا من چون میخوام تحلیل حالا انجام دادن توضیح بهتون بدم، این تمام اینا رو با مثال میخوام بهتون نشون بدم، اینو میتونید فقط تیکش رو فعال کنید که فقط واگرایی های آخر رو بهتون نشون میده، و این رو هم فعال نکنید چون واگرایی های تایید نشده رو قبل از بسته شدن کندل، ببینید الان کندلم 5 دقیقه، من 1 دقیقه و 3 ثانیه دیگه بسته میشه، این رو هم تیکش رو فعال نکنید که واگرایی تایید نشده بهتون نشون نده. خب و قسمت بعدی هم که رنگ بندی ها، حالا میخوام بگم رنگ بندی ها چیست. دوستان اگه ویدئوی در رابطه با واگرایی ها فصل 5 اگه ویدئوش رو دیده باشید، من در مورد انواعش توضیح دادم، حتما اون ویدئو رو ببینید که در مورد قدرت واگرایی ها، حالا مثلا این شیبش یکی بیشتر هست، یکی شیب کمتری ملایمتری داره، کدوم واگرایی قدرتمندتر است، کدوم ضعیفتر است، آگاه باشید. حالا در مورد رنگ بندی ها، ببینید رنگ زرد یه واگرایی میشه گفت ساده، یا مثلا بولیش هستش، یه واگرایی بولیش ساده که ما بعد از اینکه یه همچین شکلی برای ما ظاهر شد با رنگ زرد که فلشش رو به بالا هست، خودش پایین کندلا هست، ما بعد از این انتظار یه حرکت صعودی رو داریم، پس این میشه واگرایی بیریش یا گاوی ساده ما. رنگ آبی واگرایی خرسی یا بیریش ساده ما هست، پس جایی که اینو دیدیم ما واگرایی میبینیم که به ما میگه که روند بعدی ما نزولی هستش. حالا رنگ سبز پوزیتیو هایدن دایورجنس، میشه گفتش که این واگرایی مخفی صعودی هست، رنگش هم سبزه که خب ما رنگ سبز رو به عنوان صعود میشناسیم، رنگ قرمز رو به عنوان نزول. این به ما میگه روند فعلی شما که مثلا اگه توی مسیر صعودی هستین باز هم صعودی هست، یعنی جایی که اینها رو شما میدید ادامه حرکت رو به ما نشون میده که این یه مسیر مثلا ادامه دار هست، ممکنه حتی وسط یه مسیر باشه، به ما میگه مثلا اینجا شما پوزیشن لانگ یا بای میگیرید، اینجا به ما میگه این روند ادامه داره، برو فعلا تا جایی که به ما یه واگرایی برعکس نشون بده که ما بخوایم خارج شیم. و رنگ قرمز هم واگرایی خرسی مخفی هست، به ما نشون میده که این روندی که مثلا از اینجا حالا شما اومدین وارد شدین توی این بازی، این روند نزولی ادامه دار هست. با بقیه تنظیماتش کار نداریم و من میخوام این رو که هست ایندیکیتور اول رو فقط روی ریگولار بذارم و اوکی رو بزنم. از قسمت مور شما ویژوال اوردر رو بزنید و گزینه اول برینگ تو فرانت، این میشه تنظیمات اولی. تنظیمات دومی ما میایم ریگولار هایدن رو میذاریم، حالا بعد بهتون میگم تفاوتش چی هست دلیلش، با چیزهای دیگه هم تنظیمات دیگه هم کار نداریم. خب اینم میبندیم. ببینید دوستان جاهایی هست که اینها منطبق به هم میشن، اگه این تنظیم رو نکنید ممکنه مثلا این الان نگاه کنید، ما این رو مثلا تو این حالت نمیدیدیم، الان ما توی این نقطه هم یه واگرایی خرسی داریم هم یه واگرایی خرسی هیدن یا مخفی داریم، اینا رو هم منطبق میشد شما نمیدیدید. این تنظیمات میشه گفت ایدئالش هست. حالا در رابطه با ایندیکیتور سوم ما که سطوح مقاومت ما رو نشون میده، استایل و کار نداریم، از قسمت حالا داده هایی که هست میایین، این تنظیمات رو هم کار نداریم باهاش، میاد به شما مثلا میگه که نواحی تایم فریمی که هست، تایم فریم اولش مثلا منطبق با حالا چارته، بعد مثلا میاد تایم فریم دوم شما رو، برای مثال دارم میگم اگه مثلا 1 ساعته کار کنید یا 5 دقیقه اگه کار کنید تایم فریم اصلیتون باشه، میاد به شما مقاومت ها و حمایت های 4 ساعته روزانه و هفتگی رو بهتون نشون میده. حالا شما اگه بسته به نوع تریدتون میتونید اینها رو تغییر بدید، برای مثال میگم میخواید 5 دقیقه ترید کنید، میتونید مثلا 15 دقیقه اضافه کنید، یه مثلا 1 ساعته اضافه کنید، یا 4 ساعته. این تنظیماتش هست که هفتگی، روزانه، 4 ساعته، خودش به صورت پیش فرض هستش. اینم از این تنظیم و میریم برای اینکه بخوایم
ببینیم چه کاربردی داره. خب دوستان ببینید، سطوح مقاومت و حمایت رو میاد به شکل خطوطی، به شکل باکس به ما نشون میده. خب ببینید، خیلی از تحلیلگرای حرفه‌ای نمیان بگن مثلا ما روی 38000 یه خط بکشن بگن اینجا مثلا مقاومت داریم، میان یه باکس به شما میده، میگن تو این بازه کندل‌های ما بازی میکنن، ما اینجا یه مقاومت داریم یا مثلا حمایت داریم. حالا اینا رو چطوری بخونیم؟ ببینید این زده 4H یعنی 4 ساعته. S به معنی ساپورت است، حمایت است، یعنی ما حمایت 4 ساعتمون رو تا این فریم 5 دقیقه هستیم، حمایت 4 ساعتمون از دست دادیم. حالا تو تایم فریم 5 دقیقه ببینید 5 مین یا 5 دقیقه، رزیستنس مقاومت 5 مین ساپورت به معنی حمایت هست. ببینید این کندل ها به این سطوح مقاومت واکنش نشون میدن، واکنش قیمت این همون پرایس اکشنی که داریم راجعش صحبت میکنیم به این شکل است. حالا ببینید اگه این 5 دقیقه از دست بره تا کجا میتونه بیاد؟ ببینید اینجا ما یه حمایت W به معنی ویک هست، هفته S ساپورت، یعنی ما یه حمایت هفتگی قدرتمند رو اینجا داریم. خب حالا قبل از این که بخوام این رو براتون توضیح بدم، اینو که براتون توضیح دادم مقاومت حمایت رو آشنا شدید، اگه تایم فریم رو تغییر بدید اینها متناسب باش تغییر میکنه، در آینده باز همین مقاومت حمایت اگه تغییر کنه خودش اینها رو تغییر میده. ببینید مقاومت ها و حمایت های گذشته رو با توجه به حرکت کندلا خودش براتون تعیین میکنه و اینها رو هم که بهتون توضیح میدم. اما قبل از اون بریم یه بررسی کنیم و یه تحلیل در رابطه با بیت کوین بهتون بگم و بعد برمیگردیم به آموزش این استراتژی. خب دوستان ببینید تایم فریم روزانه هستیم، همون چیزایی که انتخاب کردیم، میخوایم بررسی کنیم ببینیم که چرا توی این بازه ها ببینید ما واگرایی های میشه گفت مخفی داشتیم، واگرایی های سعودی داشتیم، واگرایی گاوی یا بیریش داشتیم. چرا؟ ببینید ما اینجا یک حمایت هفتگی قدرتمند رو داشتیم. به طور خلاصه بهتون بگم اونهایی که وال بودن، اونهایی که تحلیلگرای خیلی حرفه‌ای بودن، اومدن توی این نواحی، ببینید توی این نواحی خرید انجام. این واگرایی ها رو شما می‌بینید 4 تا واگرایی، 3 تا واگرایی، 8 تا واگرایی، مطمئن بودن که قیمت‌ها از اینجا میره بالا، پس خریدشون رو انجام دادن. تا کجا اومدن؟ ببینید اومد رسید به اینجا، به این محدوده رسید، خرسی شد و قیمت‌ها برگشت. دوباره اومدن اینجا، دیدن یه حمایت هست، خرید انجام دادن، حمایت شکست، دوباره اومدن اینجا حمایت کنن که برگردونن، برگشت و بعد باز هم ریخت. دوباره ببینید چه اتفاقی افتاد روی بازه 40000، بازه ای بود که خیلی ها میگفتن خریدتون انجام بدید، موقعیت خوبی هست. چرا؟ 6 تا واگرایی میشه گفت بیریش، این یکی رو اگه ببینید تقریبا میشه گفت 4 تا واگرایی، 3 تا واگرایی، تو این بازی که شما میبینید توی همین دوتا بازه نزدیک ما 9 تا 10 تا واگرایی داشتیم، ایندیکیتورها داشتن به ما میگفتن که ما این تعداد واگرایی داریم. و بعد از اون دیدیم که این حمایت اینجا قوی بود و قیمت ها افزایش پیدا کرد. تا کجا؟ تا رسید به 68000. خب خیلی ها گفتن آقا میرسه به 100000 و ما ورود میکنیم، اینجا موقعیت خوبی هست. اما والها چه کار کردن؟ ببینید خودتون نگاه کنید، یه میشه گفت مقاومت روزانی قدرتمند اینجا بود و اومدن، یا کنید حتی خیلی اینجا هم حتی خارج نشدن، رسید به بازه 68000، 67000. توی اینجا ببینید این کندل بهشون، زمانی که کندل بسته شد دیدن 7 تا واگرایی بیریش خرسی دارن، فهمیدن که وقت خروجه و این بازاری نیست که بتونه این مقاومت رو رد کنه و بشکنه، یعنی فعلا قادر نیست. و بعد از اون دیدید ریزش ها اتفاق افتاد، دوباره یه واگرایی، دوباره اینجا میبینید واگرایی سعودی بود بالای ما حمایت، ولی حمایت قوی نداشتیم اینجا، مقاومت حالا مثلا قوی نداشتیم، حمایت قوی نداشتیم و بعد دوباره ریخت. ببینید واگرایی یه دونه بود، این واگرایی اینجا هم رسید، ما روی این حمایت موندیم. ببینید حمایت اینجا هم کندلا بازی کردن، اینجا هم حمایت نشد، ریخت تا کجا؟ ریخت تا حمایت هفتگی ما. ببینید تقریبا روی 35000 شروع حمایت هفتگی ماست. حالا ما باید منتظر بمونیم. ببینید اگه میخواهید خریدی انجام بدید، ببینید این اتفاقایی که اینجا شد، این واگرایی ها با تعداد زیاد اینجا انجام میشه، اینجا اتفاق میفته، یا مثل اینجا این تعداد واگرایی اگه اینجا اتفاق بیفته شما مطمئن باشید که این روند برمیگرده. اما اگه نه بیاد و اینجا واگرای اتفاق نفته، کندلا بیان، این حمایت ما نتونه نگهش داره، ما 30000 رو رد کنیم، میشه گفت شاید تا 20000 و پایینتر هم بریم. این تحلیل، ولی امیدوارم اینجا یه واگرایی های سعودی اتفاق بیفته و ما از اینجا بتونیم خریدهای خیلی خوبی رو انجام بدیم.
بعد از اون ببینید ما مقاومت های خیلی قوی پیش رو نداریم، ولی اینجا میبینید ضخامت رو اگه ببینید، ببینید ما چه حمایت قوی اینجا داریم. اینجا تقریبا میشه گفت یک بار این اتفاق افتاد و اینجا حمایت های خیلی خوبی شد. خب دوستان برگردیم بریم روی آموزش اصلیمون. توی تایم فریم تنظیماتش رو گفتم، فقط یه نکته ای که میخواستم بگم در رابطه با واگرایی ها، ببینید دوستان این ایندیکیتور، ما میخواییم چند تا ایندیکیتور رو با هم بررسی کنیم توی یه زمان، توی یه تایم فریم. این خودش میاد مکدی، هیستوگرام مکدی، RSI، استوکاستیک، CCI، مومنتوم، OBV، ولوم ویتد مکدی، CMF و MFI رو براتون واگرایی هاش خودش پیدا میکنه. خب چه کسی میتونه توی یه تایم فریم تمام اینا رو همزمان بیاد با این سرعت همش رو پیدا کنه جز این ایندیکیتوری که بهتون معرفی کردم؟ خب حالا بریم با هم بررسی کنیم ببینیم کجاها وارد بشیم و کجا میایم. از یه بازه مثلا ببینید، الان این بازه بود که اینجا، برای مثال من از اینجا میخوام شروع کنم. ببینید این بازه بود که مثلا شما میومدید، ببینید تقریبا میشه گفت یکی در میون هم هست. اینجا اومدید زرد رنگ هست، شما واگرایی داشتید، 4 تا واگرایی خرید انجام دادید، اینجا دوباره برگشت. یعنی شما اینجا پوزیشن رو اگه باز میکردید، اینجا میتونستید بهتون بعد بسته شدن کندل میشه گفتش که یه سود خیلی کوچیکی میکردید. دوباره بعد از این برگشت اینجا، اینجا دوباره میدید یه واگرایی سودی اتفاق افتاد و بعد از این دوباره این تاییدیه که روند ادامه دار هست، اینجا روند ادامه دار هست، این پشتی رو دارم عرض میکنم تا رسید به اینجا. ببینید ما به کجا رسیدیم. یعنی ما اگه از اینجا پوزیشن باز میکردیم، شما اگه یه پوزیشن لانگ از اینجا باز میکردید، ببینید تایم فریم 5 دقیقه هم هستیم، از اینجا بعد بسته شدن کندل، خب اینجا هم اومدیم فرض کنیم زمانی که این واگرایی ها 6 تا واگرایی نزولی اتفاق افتاد، ما رسیدیم تقریبا. ببینید حالا استاپ لاس رو چجوری تعیین کنیم؟ این استاپ لاس رو شما میتونید زیر این حمایت ها پایین اونها تعیین کنید. از اینجا ببینید ریسک ریشو ما 5.65، یعنی شما نزدیک به میشه گفت 3% توی تایم فریم 5 دقیقه، حالا اگه با لوریج مطمئن میگرفتید چه سودی بهتون میداد. یا حالا بیاین بررسی کنیم ببینید اینجا واگرای خرسی یا نزولی، من از اینجا میام پوزیشن شورت باز میکنم، میرسه به اینجا. خب ببینید این روند به من میگه روند مثلا تقریبا داره سودی میشه، ولی چون از این حالت اومده، ببینید ما وسط یه مقاومت حمایت هستیم تقریبا توی این بازه. خب من اصلا اینجا بیام پوزیشنم رو ببندم، درسته، دوباره میرسم به اینجا، اینجا دوباره میام پوزیشن شورت میگیرم و میرسم به این قسمت. ببینید توی این بازه باز هم شما سود کردید. یعنی اگه شما میومدید اینجا بخواستید یه پوزیشن شورت بگیرید، مثلا برای مثال از بسته شدن این کندل میومدید توی این بازه شورت میگرفتید، همین بازه‌ای که میدید و استاپ هم بالای این مقاومت میذاشتید، یه چیز میشه گفت در حدود مثلا یک و بیشتر از 1% میشه گفت سود میکردید. حالا ببینید اینجا، اینجا اومده به شما واگره داری که ممکنه برگرده، ولی ما وسط یک حمایت و مقاومت هستیم. خب یک چند تا کندل پس میتونیم سب کنیم و وقتی میبینیم کندلای قرمز قدرتمنده و روند ما نزولیه. ببینید دوستان توی آموزش فصل 6 قسمت 1 بهتون گفتم اول یه مارکت رو از این قسمت مور تکنیکال یه بررسی کنید، ببینید اون روزی که دارید معاملات انجام میدید پوزیشن سل یا شورت مطمئن تره یا پوزیشن بای یا لانگ. خب ببینید الان اگه تا این پایین اگه شما میگرفتید، یعنی تا جایی که میومد به شما یه سیگنال مثلا بهش واگرایی به شما نشون میداد سودی، تا اینجا این سود خیلی بیشتر بود، ولی من میگم همین 1% هم یه سود خیلی مطمئنه. حالا دوباره اینجا ببینید ما اینجا وارد بشیم، اینجا اومده به ما واگرایی خرسی داره نشون میده و ما زیر یک مقاومت هستیم، تقریبا میشه گفت مقاومت قوی هم هست. بعد از اون بیایم پوزیشن سل رو یا همون شورت رو انتخاب میکنیم. ببینید از این بازه زمان بسته شدن کندل شما انتخاب کنید و استاپتون رو هم بالای این مقاومت بذارید. ببینید تا کجا اومده از اینجا به بعدی، یعنی تا اینجا، یعنی شما تا اینجا ببینید ریسک ریشوی شما تقریبا میشه گفت نزدیک 2 بود و یه چیز هلوهوش 3% بهتون سود میداد. این تو حالتی که ما میدونیم مارکت شدیداً نزولی هست و احتمال اینکه بخواید پوزیشن لانگ باز کنید خب ریسکش بیشتر هست. حالا ببینید توی این بازه های کوچیک کجاها وارد میشیم. اینجا حمایت داریم، وارد میشم
اینجا به من سیگنال خروج میده، اینجا واگرایی سودی، اینجا واگرایی نزولی، کندل بسته شد، اینجا خارج میشم، دوباره از اینجا میتونم پوزیشن شورت بگیرم به اینجا. وقتی که من میمونم به کف بیاد، به کف نرسید، اینجا چون کندل بسته شد اومد به من دوباره یه واگرای سعودی داد، از اینجا پوزیشن لانگ بگیرید دوباره به اینجا. ببینید دوستان، این یه روشی هست که شما میتونید نقاط مطمئن تر رو، ببینید الان اینجا اگه شما اینجا میت پوزیشن شورت میگرفتید، استاپتون هم بالای این بود، این میومد برمیگشت، ببینید به اینجا استاپتون نمیخورد و نیمه تارگت بعدیتون کجا بود؟ اینجا که اومد به شما یه واگرای سعودی داد، شما اینجا خارج میشدید روی حمایت. خب الان ببینید مارکتی که شدیداً نزولیه، وقتی برگشت خوردیم اینجا، اینجا من پوزیشن لانگ نمیگیرم، بین یه مقاومت و حمایت هستم، از اینجا میام چیکار میکنم؟ وقتی رسیدم میدونم اینجا خب مارکت نزولیه، اینجا سه تا تقریبا واگرای نزولی بر من اتفاق افتاد، از اینجا شما دوباره میتونید یه پوزیشن شورت از زمان بسته شدن کندل بگیرید. تا کجا؟ تا جایی که میاد این زرده به شما چهار تا واگرای میده. خب حالا من اینو هم اگه بخوایم استاپمون رو هم بالای اون مقاومتی که هست بذاریم، این ریسک ریشیو ما 2.8 نزدیک 3 میشه و شما با یه لیوریج مطمئن چه سود خوبی میتونید بگیرید و اینجا ریسک نمی کنید، خارج میشید. اما اگه ریسک پذیر هستید میتونید استاپتون رو حالا یه مقدار پایین تر بیارید، این برنگشت شما تا حمایت بعدی اومدید و خب یه سود خیلی خفنی میشه گفت به دست آورد. ببینید دوباره من الان اینجا هستین، پوزیشن رو بستیم، ما اینجا پوزیشن لانگ نمیگیریم، چرا؟ چون وسط یه حمایت و مقاومت هستیم، میمونیم صبر میکنیم، رسید به اینجا روی یه حمایت، دوباره به ما 5 تا واگرایی داد، میتونید با ریسک استاپ رو این پایین بذارید، یه پوزیشن لانگ. تا کجا؟ تا این بعدی. ببینید از این به این، از اینجا دوباره شورت به این، از این لانگ به این، حالا این وسطش هست انجام نمیدیم. ببینید عجله ندارید، تایم فریم رو خودش میاد، مقاومت حمایت ها رو بهتون میگه، واگرایی ها رو بهتون میگه. الان اینجا هستیم، ببینید الان من توی 5 دقیقه چیکار کنیم؟ ببینید مارکت ما روندش میشه گفت نزولی هست، الان اومده به من سیگنال خرید، ببینید هنوز کندل بسته نشده، داره به من سیگنال میده که این یه واگرایی مثلا سعودیه، ممکنه دوباره این، الان ما حمایت رو تقریبا از دست دادیم. اما اگه توی این بازه ها بیاد، مثلا الان اینجاها شما ورود میکردید، موقعیت خوبی بود، البته باز هم میگم چون نزدیک به چیز بودیم نبگم خیلی خوب، ولی چون تایم فریم کوتاه هست، یعنی چون احتمال بک رو ما میدادیم که به حمایت بخوره، این زمانی هست شما میبینید کندل ها روی یه حمایت بازی میکنن یا زیر یه مقاومت بازی میکنن. ببینید این واگرایی ها هست که شما نمیبینیدشون و من بهتون نشون دادم، در نتیجه ببینید این الان داره میاد تا برسه به همون عدد تقریبا 34500 35000 ما که میشه گفت مقاومت هفتگی است. بعد ببینیم اینجا چه واگرایی های اتفاق میفته، اینجا چه حمایت های اتفاق میفته، تایم فریم رو عوض میکنن، میریم تو یک ساعته، روزانه رو هم که بهتون گفتم. خب دوستان تایم فریم یک ساعته، ببینیم تو یک ساعته داره چه اتفاقی میفته. خب ببینید ما با تنظیماتی که انجام دادیم پوزیشن میخوایم باز کنیم، خب از قبل مثلا میخواستیم باز کنیم، میمدیم اینجا حمایت، اینجا مقاومت، اینجا به ما 6 تا واگرایی داد سعودی، ورود میکردید، اینجا 5 تا واگرایی نزولی، اینجا میبستید پوزیشنتون رو، استاپ هم زیر حمایت. حالا برای مثال مثلا اینجا دوباره از اینجا به اینجا شما یه پوزیشن شورت، شورت یا سل توی این مارکت میشه گفت ریسکش خیلی کمتر هستش، اینجا میبینید که این پوزیشن دوباره از اینجا پوزیشن لانگ، اینجا میاد دوباره به شما واگرایی میده، کندل به شما خارج میشید، دوباره از اینجا پوزیشن شورت، ببینید اینجا دوباره میاد به شما واگرایی میده و شما خارج میشید، از اینجا دوباره پوزیشن لانگ، اینجا رسیدید. ببینید الان توی این بازی که هست اگه شما بیایید این رو برای مثال تا اینجا میاد به شما واگرایی میده، یعنی از این بازی به این بازی شما ببینید ریسک ریشیو شما، حالا من استاپ رو هم خیلی بالا گذاشتم، 4.5 هست ریسک به ریوارد شما و اینجا میبینید هولوش 11% سود توی یه تایم فریم یک ساعته هست. خب دوستان الان اگه بریم جلوتر باز، ببینید اینجا هم میبینید اینجا حمایت شده و ما روی حمایت هستیم. خب اگه زیر این حمایت، یعنی مثلا اینجا تقریبا میشه گفت روی حمایت بود، به ما دو تا واگرایی داد، مارکت شدیداً نزولی هست، اومد رسید به از میشه گفتش که حمایت 4 ساعته ما رو شکست و رسید به حمایت 1 ساعته. این حمایت 1 ساعته هم ببینید الان فعلا داره واگرایی ضعیف میده، اگه از دست بره ما رسیدیم به حمایت هفتگیمون که خیلی برامون مهم هست. اگه تعداد حالا توی شکل بعدی که بهتون نشون دادم،
اگه برسیم به این بازه، واگرایی هایی که به این شکل هست، واگرایی های سعودی اتفاق افتاد، موقعیت خیلی خوبی برای خرید است. اما اگه میخواد اینجوری به اون یه دونه یه دونه واگرایی بده، چرا دوستان؟ ببینید واگرای RSI خب میشه گفت قوی تر است، در مورد شیواش صحبت کردم، حتما ویدیو در مورد واگرایی ها رو تماشا کنید. این هی داره ضعیف میشه. اگه این واگرایی ها بیاد اینجا و بخواد همینطوری به ما یه دونه دو تا واگرایی ضعیف بده، ما احتمال داره که 30,000 رو هم توی این بازه از دست بدیم و بعد باید منتظر مقاومت ها و حمایت های جدیدی باشیم که این اینتیکاتور باز هم بهتون نشون میده. خب دوستان، مطالب مربوط به این استراتژی رو بهتون توضیح دادم. با این استراتژی گفتم خودتون برید رو ارزهای دیگه، اتریوم، بی ان بی، دوج، هر ارزی که دوست دارید، یا بازارهای مالی دیگه، فارکس، حالا چه تو اسپات چه تو فیوچرز، خودتون میتونید هم تحلیل کنید به این روش، هم بررسی کنید. تحلیل ما میتونه این باشه که اگه ما توی این بازه واگره اتفاق افتاد، ما موقعیت خریدی که ورود کنیم و خرید انجام بدیم. این رو با ارزهای دیگه هم چک کنید. من یک 5 دقیقه، یک ساعته و روزانه گفتم تایم فریم های دیگرم خودتون چک کنید و ببینید چقدر این استراتژی قدرتمندیه. دوستان، نکات گفتنی در رابطه با این ویدیو رو گفتم. اگه سوالی بود تو بخش نظرات حتما مطرح کنید. ویدیوهای مرتبط با آموزش ها رو میتونید از قسمت پلیلیست تماشا کنید. بهتون تاکید کردم واگرایی ها رو که تو فصل 5 بود قسمت اول رو ببینید. بعضی از دوستان میپرسن هیستوگرام چیه، فاز منفی چیه، فاز مثبت چیه، از قسمت این قسمت میتونید تماشا کنید. یا میگن خطوط ترن چیه، یا میگن کندلایی که مثلا استفاده کردیم ژاپنیه، اینها رو ببینید خودتون چیز کنید. ولی نکته آخری هم که میخواستم بهتون بگم، یادم را فراموش کردم، توی این روش از کندلای هکیناشی استفاده نکنید، چون واگرای همگرایتون رو تغییر میده، نوع بسته شدن کندل فرق میکنه. دوستان عزیز، کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید، برای مطلع شدن از آخرین ویدیوها کلید زنگوله رو فعال کنید. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه.